ازتون خواهش میکنم این شرطو برام نذارین. خواهش میکنم از حرفتون برگردین. من تو زندگیم هیچ وقت از حرفم بر نگشتم. هیچ وقت. پس ازم نخواه که حرفمو پس بگیرم. تا فردا صبح وقت داری تصمیمتو بگیری و انتخاب کنی. شب بخیر. پرسیدم کجایی؟ گوشی 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 اینجا خوب آنتن نمیده گوشی؟ الو؟ آه صدا دلو میاد خوبی؟ من با بچه ها اومدیم ماه تماشا کنیم. ماه امشب کامله؟ ماه آسمون که کامل نیست. ماه زندگی من چطور؟ کامله؟ صدا چرا اینجوریه؟ چیزی شده؟ میخوام ببینمت. چی شده؟ سینجیمم نکن میخوام ببینمت. کیو کجا؟ کیو کجاشو تو بگو. بچه ها خوشی رفته. خوشی میخوام برگردم. خوشی میرم. مگه با شما نیستم؟ خوشی میخوام برگردم. نه نمیایم. نه نمیایم. نه نمیایم. خوشی دیگه. آقا تهران بیا بالا من رفتم ها. نه نمیایم. نه نمیایم. من رفتم آم. میخواهم عشقت در دل بمیرد. میخواهم تا دیگر در سر. این دیوونه رفت بچه بلند شیم. بایستا بایستا دارین کجا میرین لیا خانم؟ به پدر بگیم برمیگردن. فعلا تصمیمی نگرفتن. بگم به لعیای زنگ بزن یا به پدرت.
سعی تو بکن. همین. شب بخیر. هیچ وقت دوبار زنگ نمی زدی؟ سلام، لطفاً بعد از صدای بو پیغام بذارید. سلام تو رو خانم. دیدی که اطلاعات من بیشتر از یه واحدی که به نامم کردین میارزید؟ اگه هستین لطفاً گوشی رو برمید. میگم پوران، تو فکر میکنی امپراتور واقعا لعیا رو از خونه بیرون میکنه؟ نمیدونم. نگو نمیدونم، بگو حوصله حرف زدن ندارم. حالا قبل از اینکه این میزو بشکنی پاش برو دوتا چای بردار بیار. چشم، به روی چشم، هزار بار چشم. میبینم سو از این زندگی خاکی هستی؟ همان که با او بزرگ می شوم، پیر می شوم و با او جرعه های زندگی را تا به آخر می نوشم؟ ها؟ سلام. سلام. زیر نور این ماه، البته الان پشت دود و غباره، خیلی خوب دیده نمی شه. زیر نور این ماه الان خیلی ها دلشون میخواد که سهم و قسمت هم باشن. فکر میکنی با من و تو روی هم بشیم چند نفر؟ دو تا اونجا، دو تا اون طرفم، یه 20 تا اون پشتم، فکر کنم 1000 تا پشت سرمونم که ما نمیبینیمشون، جمعشون میشه 12,756 و خورد. زیادی ما. چی شده لعیا؟ سوارشو بریم با ماشین یه قدمی تو خیابونا بزنیم. باشه، بریم با ماشین قدم بزنیم. آینه میگه تو همونی که یه روز میخواستی خورشید و با دست بگیری، ولی امروز شهر شب خونت شده، غریبی صدا تو قلبت میگه، میخوایی با هم الان نه، الان نمیخوام حرف بزنم. باشه؟ باشه، پس با همین ترانه با هم قدم میزن. اما باز تو هر تیکش عکس منه،
وقت که این بالا میام میفهمم که چرا میگن خدا مهربونه. از این بالا خونه های بزرگ کوچیک میشن، آدماشون دیده نمیشن، ماشین های گندش قد یه مورچه میشن و جاده هاش اندازه یه نخ باریک. توی شب از اینجا از این بالا فکر میکنی همه اون خونه ها و آدماشون کنار هم و به هم چسبیدن تا نترسن. مثل یه دسته گوز که کنار هم جمع میشن که گرمشن و از حمله گرگا نترسن. از این بالا نمیتونیم آدم خوبا و آدم بدا رو به هم نشون بدیم و بگیم اون آقایی که داره راه میره خوبه یا اون خانمه یا آقایی که توی ایستگاه اتوبوس نشسته آدم بدیه. هیچ کس و هیچ چیز رو نمیبینی، یعنی جدا جدا نمیبینی، همه رو یکی میبینی، یک کل که احساس میکنه باید همه شون رو دوست داشته باشی. حالا اگه تو کره ماه باشی و از اونجا به زمین نگاه کنی، همه ی زمین رو دوست داری. دیگه نمیگی اونجاش جنگله، اونجاش بیابونه، یا چه میدونم اونجاش خوش آب و هوا نیست، اما اونجاش آب و هواش بهتره. تو عاشق همه ی زمین میشی. حالا فکر کن وقتی خدا از اون بالا به همه ی کهکشان ها و سیاره ها نگاه میکنه، میتونه همشون رو دوست نداشته باشه؟ نه، معلومه که نه. اون از اون بالا همه ما رو نگاه میکنه و همه ما رو دوست داره. خیلی دوست داره، خیلی. یادت تو دانشکده یکی از استادام میگفت یکی از مهمترین کارهای آدم تئاتری اینه که خوب ببینه و خوب بشنوه. هم خوب نگات کردم، هم خوب شنیدم. حالا بگو ببینم چی میخوای بگی که اینقدر مقدمه چینی کردی؟ میخوام مطمئن بشم. از چی؟ میخوام مطمئن بشم که همیشه کنارم میمونی یا نه؟ آره معلومه کنارت میمونم. تا آخرش خیالت راحت. تا وقتی که دندون مصنوعیات خودم مسواک کنم. البته به شرطی که چشام اونقدر خوب ببینی که به جای دندون مصنوعی سمکتو مسواک نزن. جدی باش. جدی باش. راستش من تو زندگی درست نمیدونم که چی میخوام لعیم، ولی خیلی خوب میدونم که چی نمیخوام. من شب بدون ماهو نمیخوام، ابر بدون بارونم نمیخوام، زندگی بدون تو هم نمیخوام. چی شده لعیا؟ چی میخوای بگی و نمیگی؟ حرف خاصی نیست، فقط یه سواله. میخوام بدونم اگه همین الان من زشت بشم یا مریضی لاعلاج بگیرم یا چه میدونم هر اتفاق بعد دیگه ای بیفته، تو بازم کنارم میمونی یا نه؟ سوالت که خیلی لوسه، اما برای که دلت قرص بشه میگم آره کنارت میمونم. هر اتفاقی که بیفته کنارت میمونم. هر اتفاقی؟ آره هر اتفاق. خیش خیالم راحت شد. از چی؟ از همه چی. نه یعنی از چی خیالت راحت شد؟ از همه چی. مسابقه تا اونجا. ها؟ مسابقه تا اون سطل آشغاله. برو بابا. 1 2 3 شروع. وایسا. نه اول میدوه بعد دیگه شروع. لعیا بگیرش چیو بگیر؟ تقصیر من نبود، تقصیر اونایی که اینا وسط گذاشتن و رفتن. تقصیر اونا بوده مگه نه؟ بله. ای دایی چکار کردی بابا؟ زنی ماشین رو داغون کردی. ماشین رو بعد 2 روز از تعمیرگاه درآوردم. ای بابا نگاه کن، داستانمونم غم انگیز شد. سلام. علیکم سلام. این دو جوون که مخصوصا این کارو نکردن اتفاق بوده. خسارت ماشینتون هم هر چقدر شد من میدم. چشم. گفتین دو تا جوون زن و شوهرن؟ شرم بله. ولی قانونا هنوز زن و شوهر نشدم. شیرینی خوردم. به مبارکی.
زنگ زدن پدر عروستون هم تشریف بیارن. شما هم میتونید خسارت ماشین رو بدید و تشریف ببرید. بچون ادایی عروستشون ما هم دعوت میکنید. حتما قدمتون رو چشم. سلام جناب کامیا. سلام. ببخش مزاحم شدیم. باید ببخشیدشون، جوونن دیگه. شما خوب هستین آقای کامیا؟ اینم جناب کامیاب. من کامیاب هستم، پدر لعیا کامیاب. خیلی خوش اومدید جناب کامیاب. لطفاً کارت شناسایتون رو جسارته. اما یه سیبو که بنزن بالا هزار تا چرخ میخوره تا برسه زمین. به نظر من فعلا بهتره که جلوش کوتاه بیای. اگه بحث خریده یه لباس یا رفتن به یه مسافرت بود حتما کوتاه میومدم. حتی اگه این حلقه دستم نبود شاید صبر میکردم ببینم به قول شما این سیبی که پرت شده تو هوا چند تا چرخ میخوره. صبر میکردم تا آبا از آسیاب بیفته. اما من زن اونه، اونم شوهرمه. نمیخوام هیچ کس ما رو از هم جدا کنه. سویچ ماشین بدی. به من گفتم وقتی اومدین سویچ ماشین از شما بگیرم. این آبر بانک، این کارت اعتباری، اینم همه ای پولی که دارم. سویچ ماشینم که دادم به اسماعیل. چیز دیگه ای هم هست که باید تحویل بدم. کلیدای خونه رو داشت یادم لعیا. فکر کنم امشب برای صدومین بار دارم ازت بپرسم. چی شده؟ چیزی نشده. لعیا داری به خودت دروغ میگی یا به من؟ رفتار بابات که تو کلانتری عادی نبود، رفتار خودت هم که عادی نیست. آخه بگو چی شده؟ میشه منم امشب برای صدومین بار ازت یه چیزو بپرسم؟ چی؟ میتونم روی تو برای همه زندگیم حساب کنم. لعیا جان ببین،
فقط جوابمو بده تو یک کلمه. آره 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 میتونی حساب کنی. خیش دلم قرص شد، یعنی قرص تر شد. حالا تو به من جواب بده، تو یکم منو آروم کن، تو یکم دل منو قرص کن. چی شده لیا؟ به هم فرصت بده، تا فردا به هم فرصت بده. شاید لازم نباشه که فردا بهت بگم توی این شب بد چه چیز بدی بوده. شاید امشب مثل یه بادوم تلخ باشه توی ظرف آجیل که اگه خورده باشیمش میتونیم فوری یه بادوم شیرین و پشت سرش بخوریم و تلخیشو فراموش کنیم. نمیخوام تو ظرف آجیلت فقط بادوم تلخ باشه. بذار فردا که بهت میگم کلی بادوم شیرین داشته باشی. اینجوری زودی تلخیشو فراموش میکنی. قبول؟ ولی من الان میخوام بدونم. خواهش میکنم اصرار نکن. تا فردا به هم فرصت بده. باشه؟ باش. پس خوب بخواب و کلی خوابای خوب ببین. سعی میکنم. شب خوش. شب بخیر. شب بخیر. کاش بی واسطه بودم با ستاره ها، با خواب ها و با هر آنچه که تو صدایشان می کنی. کاش مهتاب بودم در پشت پنجرت، باران بر سقف خانه‌ات و هوا در چهار دیواری اتاق. رفتم تو اتاقتون که باهاتون حرف بزنم نبودین. درباره چی میخواستی با من حرف بزنی؟ درباره شرطی که برام گذاشتین. این که با رضا ازدواج نکنم. اسم این پسر رو نمیخوام بشنوم. نه حالا نه هیچ وقت دیگه. پدر، شکوه جنگل به درختای کهنسالشه. قشنگی زندگی هم به آدمای همسن شماست. به بزرگترایی که ما کوچیکترا زیر سایه‌شون قد می‌کشیم و بزرگ میشیم و کلی چیز یاد می‌گیریم. از مقدمه چینی متنفرم. زودتر حرفتو بزن و برو. شما همیشه با ماها مثل یه رئیس حرف می‌زنین، نه مثل یه پدر. همیشه دستور میدین و انتظار دارین که دستوراتتون اجرا بشه. برای همین توران و بقیه به شما میگن رئیس. اما من همیشه گفتم پدر. من میخوام شما پدرم باشین نه رئیسم. میخوام تو ظرف عاجل زندگیم شما بادوم شیرین باشین نه بادوم تلخ. شما دوست دارین دیگرانو مجبور کنین که همیشه دستورات شما رو اجرا کنن.
الانم به من دستور دادین که برم تو، همونطور که دستور دادین دیگه با رضا ازدواج نکنم. شما همیشه امر میکنین و دیگرانم اوامر شما رو اجرا میکنن، اما پدر من کارمندتون نیستم، دخترتونم. اومدم باهاتون حرف بزنم، نباید دستور بشنوم. با من مثل یه دختر و پدر حرف بزنین، نه مثل یه کارمند و رئیس. میفهمین چی میگم؟ برو زودتر از اینجا برو. باشه میره. اومده بودم باهاتون حرف بزنم، اما حالا که دستور میدین ساکت باشم حرف نمیزنم. شما مغرورین و از خودتون خیلی مطمئن هستین، اما یه شاخه خشک و مغرور از یه شاخه سبز خیلی زودتر میشکنه. من دوست ندارم پدرم بشکنه، دوست ندارم. به من دستور دادین تا فردا فکرامو بکنم. باشه من فکرامو میکنم، اما لطفاً شما هم تا فردا فکراتونو بکنین. شب بخیر پدر. بفرمایید قرصتون. سلام. به هم بگین نرم، بگین حق نداری که بری، منو تو اتاقم زندانی کنی. خواهش میکنم به هم بگین نرم، خواهش میکنم پدر. اگه بخوای تو این خونه بمونی فقط باید یه کار بکنی، باید فکر ازدواج کردن به اون پسره را از کلت بیرون کنی. این کارو میکنی؟ نه. Thank you.